سپاه و ستاد تو هم نامتناهی لله جرود السماوات والارض به ما یعلم و جنود ربک الله و این دو تمام هویت و اعضا و جوارح من هم سپاه و ستاد تو هستن سه. تو که میخوای کار بکنی حالا چرا با دست دیگری مشکل من حل میکنی؟ با دست خود من مشکل من حل کن. این میشه کریم. این دعای کریمانه شما اینید تو بعثای وجود مبارک هست امیر تو نهج البقا این دعا رو دارد از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آراف و تعدید و سنان رسید است. البته اون حضرت این دعا رو دارد. تو دعای عرفه سید شهدا سلام الله این دعا رو دارد که دعاهای کریمانه اینه که خدایا طرزی ما زندگی کنیم حتی با بچه هامون هم محتاج نباشه. خب برو بچه ها حسن و حسین باشن. این نشانه کرامت دیگه. این دعای نورانی هست. این دعا تو نهج البلاغه هست. اصل این دعا از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که خدایا تو که همه امانت رو ما دادی همه را ما هم حرفی نداریم و تقدیم میکنیم. اما اولین چیزی که میگیری جان ما باشه، نه اینکه اول چیزی که میگیری چشم و گوش ما باشه، ما زنده باشیم، محتاج حسنین باشیم. این دعا دعای کریمان است. وجع نفسی اول کریمت تنتزی و آمان و دعای کرمی و اول نعمت ترتجی و آمان و دعای نعمک. خدای همه اینا امانتن، همه اینا نعمتن، همه رو تو دادی، همه رو میگیری. اما اینجور نباشه که اول چشم و موش گوش ما رو بگیری بعد جان ما رو بگیری، ما به کسی محتاج باشیم. اینطور نباشه. اول چیزی که میگیری جان ما باشه. اون دعای نورانی سید شهدا سلام الله در عرف دعای عرف هم همینه که ارسال خدایا چشم و گوش مرا وارث من قرار بده، نه مرا وارث اون قرار بده. معناش اینه. اینطور نباشه که چشم بگیری، گوش بگیری، اعضا و جوارح بگیری، اونا بمیرن، من زنده باشم، من وارث مرده باشم. این نباشه. وجهل هما وارثین لی، من بمیرم، حالا چشم گوش من بعد از من خب هر شد شد. این کریم است. این دعای کریمانه انسان به احدی محتاج نباشد، برای اینکه احتیاج زهدتی است و ذات اقدس اله همه کار و مشکل همه رو او برآورده میکند. دیگران مگر از کجا آوردن؟ این بیان نورانی هست امام سجاد در اول همون دعای ابو حمزه شمالی همینه دیگه. اشکات خدای دیگران که دارن از کجا آوردن؟ من عین الخير يا رب لا يوجد الا منك للذي احسن استغنا عن اولك ورحمتك وللذي اساء بشتر عليك ورم يرزك خرج عن قدرتك. خب حالا به همه دادی به ما هم بده. این دعا اگر کریمانه بود جوابش هم کریمانه است، اگر عادی بود برابر همت دعا همونجور مستجاب میشه. لذا این برهان مسئله است. الله مفروغ عن هست. الله الله هست. این معروف عند کل جاهل. هیچ ممکن نیست کسی در جهان پیدا بشود و خدا را بتواند انکار کند. اما اسماء و اوصاف و اینها البته ممکن شناخته نشود. فرمود وقتی کانه تامه ثابت شد، الله خالق کل شیء، کانه ناقصم میشد و هو علا کل شیء وکیل، چه شما بخواهی چه نخواهی او که منتظر نیست شما توکل بکنی، که او خودش مدیر و مدبر هست. چه بهتر که با او کنار بیایی و او رو وکیل قرار بدی. چرا؟ دو تا برهان در مسئله است، یکی سابق بر این، یکی لاحق بر این. چرا او علا باید توکل بکنیم؟ برای اینکه او خالق کل شیء است. طبق دو، یعنی دو تا برهان اقامه شده که الله پروردگار است. یکی این که بازگشت ربوبیت به خالقیت است، یکی تلازمی که بین ربوبیت و خالقیت. قبلا فرمود الله خالق کل شیء، بعدم فرمود له مقالید السماوات. مقالید هم همونطور که تو بحث روز اسبق مراز فرمودید یه جمعی است که مفرد ندارد، به معنای کلید هست. برخی ها خواستن بگوین جمع اقلید است. اقلید معرب کلید است. علا غیر قیاسن اقلید و مقالید جمع بسته شد. برخی ها خواستن بگوین این رومیست جمع اقلیدوس است. این سین در اونجا پسوند نسبت است، اونم به همین معنا.
قول سوم آن است که این جمع مقلاد است علا غیر قیاس. مقلادم یعنی نکاح، کل جهان با نکاح داره اداره میشه. کل جهان، چه گیاهان، چه انسان، چه حیوان و چه ابرها، اینا نکاح میشه. ابر ماده، ابر نر، این علومی که مربوط به هواشناسی است و محیط شناسی است، ابر شناسی است، باران شناسی است، آیات فراوانی دارد که اولی ما یه نسیم مختصری وزش پیدا میکنه، بعد این نسیم مثل باد در میاد، بعد کم کم ابر تولید میشه. همون طوری که خدای سبحان انسان را نر و ماده آفرید، مذکر و مؤنث خلق کرد، ابرها را هم به شرح ایزن، ابرها بعضی ماده هستند، بعضی نر هستند، بعضی مذکر هستند، بعضی مؤنث هستند. بعد در همون فضای سفر اینا رو ازدواجشون برقرار میکنه، نکاح میکنه. ابر نر و ماده مثلا یکی باردار میشه، وقتی که باردار شد و حامل باران شد، برای او رحم درست میکنه که شلنگی نباره. وقتی رحم درست کرد، کم کم در فرصت زایمان میفرماد تر الودغه یخرجو من خلالی، از لابلای این ابر. اگر خلال نباشه، لابلا نباشه، شلنگی باشه که مزرعه عمرته نمونه که، و این کارا رو ما میکنیم. خب پس او کلید دستش است. حالا یا مقالی جمعی است که مفرد ندارد اصلا، کما ذهب الیه غیر واحد، یا جمع اقلید است علا غیر قیاس که اقلید معرب کلید است، یا جمع اقلیدوس است که بعید است این استبعاد بجاست، یا جمع مقلاد به معنای نکاح است کما ذهب الیه بس لهو مقالید السماوات والارض. اما در برابر این همه ادله توحیدی، والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون، اینا سرمایه را باختن. انسان وقتی وارد اون نشئه می شود، دیگه نه جا برای تدارک است، نه جا برای برگشت. خسارت زده از سرمایه را باخت، به چیزی هم به دست نیاورد. اولئک هم الخاسرون. بعد به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدید و سلام پیشنهاد شرک می دادن دیگر. خدای سبحان به حضرتش فرمود به اونها بگو شما به من امر میکنید، دستور میدید که مانند شما افراد جاهلی بت پرست بشم. قل اف غیر الله تأمرونی اعبد و ایها الجاهلون. این جهل هم میتواند در مقابل علم باشد، هم میتواند جهالت در مقابل عقل باشد. این که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی اولین کتابی که در کافی تنظیم کرد کتاب العقل و الجهل است، برای همین است که علم چیز مهمی نیست، علم مقابل ندارد. اصلا خب سواد پیدا کرده، اونی که مشکل آدم حل میکنه عقل است. انسان یا وارد بهشت میشود یا جار جهنم. این جهنم یا درس خوندن یا درس خوندن نیستن. اونی که آدم رو بهش میبره عقل است که ما عبده به رحمان و اکتوسی به بهل جنان. عقل است که دشمن داره، علم خیلی دشمن نداره. لذا مرحوم کلینی باب العلم و الجهل در کافی با نکرده. اولین بابش باب العقل و الجهل است. انسان یا بهشتی است یا جهنمی، چون هدف اینه. حالا یا تحصیل کرده است یا تحصیل کرده نیست. تحصیل کردگی یه مقدار زمینه را فراهم میکند، وگرنه شما میدید همه این فسادها مال همین تحصیل کرده هاست دیگر. اگر در برابر انبیا مدعیان تنبی فراهمانند همین تحصیل کرده ها، اگر این جنگ جهانی اول و دوم و کوتاه‌ها و امثال ذلک از مال تحصیل کرده هاست، اگر این کارخونهای اسلحه آدم کشی سه شیفت شب و روز داره کار میکنه، مال این تحصیل کرده هاست. بگه آدم تحصیل نکرده که این کار را نمیکنه. فرمود اونی که مهم است عقلی است که عبده به رحمان و اکتسب به الجنان. شما هم جاهلی در برابر علم، هم جاهلی در برابر عقل. قل افغیر الله تأمرونی اعبد و ایها الجاهلون. بعد فرمود این مربوط به نبوت عامه است. اینو
به حضرت می‌فرماید تا معلوم میشه که این جاهلیت کهنه و تازه بود، قبلا هم بود، بعدا هم هست. فرمود ولقد اوحیه الیک و الی الذین من قبلک. این جزء نبوت عام است، به همه انبیا این حرف گفته شد، به شما هم این حرف گفته میشه که لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر معاذالله شرک ببردی تمام زحماتون هدر میره. خب ما البته معصوم محال نیست خلاف بکند، ولی هرگز خلاف نمی کند، ذاتن محال نیست. اگر ذاتن محال بود که مکلف نبود. معصوم تا در دنیا هست مکلف است، و این برای آن است که اطاعت ضروری نیست. اگر ضروری باشد که زمر ضروری مورد امر قرار نمی گیرد، یه چیزی خب یقینا واقع می شود و ترکش هم محال است، یه هم چیزی تحت تکلیف قرار نمی گیرد. اما امتنای عادی درش هست و امر و نهی و امثال ذلک مخالف با عصمت نیست، معصوم هم مکلف است مانند دیگران. ولقد اوحیه الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. تو بحث‌های جبر و تفویض هم بارها همین آیات گذشت. فرمود ما انسان را سر دوراهی خلق کردیم، و درست است که وهم و خیال به او دادیم تا او خیال پردازی کند، اما عقل نظر را هم به او دادیم که بر اینها سیطره دارد. درست است شهوت و غضب به او دادیم که او گرایش ها و گریز های داشته باشد، اما عقل عملی هم به او دادیم که اینها را اقال کند. چون این فیضها را به او دادیم، او را مختار قبل کردیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما اگر چون که او بیراه رفت، برای آن است که این حرفای ما را گوش نداد. اما اگر به راه آمد، برای اینکه حرفای ما را گوش داد، ما این گفتیم بیا این طرف، او آمد، نه اینکه ما او را آوردیم. او با اختیار آمد، جبری در کار نبود، اما ما گفتیم بیا و آمد. فرق است به این که ما او را مجبور بکنیم بیا، یه وقت است نه، به او نشون بدیم، بیان کنیم زیبایی بهشت را، زیبایی عقل و عدل را بیان بکنیم. بنابراین ما او را دعوت کردیم آمد، درست خودش آمد ولی ما دعوت کردیم، اما همین دعوت ما را یز نپذیرفتن. بنابراین لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامره. اینجا فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. این لتکونن من الخاسرین برای هر انسانی است. هر انسانی که بیراه برود سرمایه خودش میبازد دیگر. اینکه در آیه 63 فرمود اولئک هم الخاسرون، همینه دیگه. غالب انسان ها متاسفانه سرمایه میبازند. یا برعص انسان رفی خسر. اینجا فهمون لتکونن نمیر خاسرین. بعد به عنوان حصر مفعول رو مقدم آوردن، امر به فعل رو مؤخر آوردن که مفید حصر باشد. بل الله، این اللهی که قبول دارید، اللهی که قابل انکار نیست، اللهی که مقبول و دلپذیر است، این الله را قبول بکن. این لا اله الا الله هم که قبلا معنا شد همین است. لا اله الا الله را چند بار ملاحظه فرمودی. این دو تا جمله نیست که تو کتابای اصولی بگن یه جمله مستثنا یه جمله مستثنا به دنبال خبر بگردن. این لا اله الا الله، این الا معنی غیر است یک. این طور نیست که جان آدم، قلب آدم از نفی و اثبات خالی باشد، نه نفی داشته باشد نه اثباتی. بعد انبیا آمدن که دو تا کار بکنن، یکی الله را برای ما ثابت بکنن، یکی آلهه دیگر را نفی بکنن. اینجور نیست. این الا من غیر است یک، یکن یک. لا اله الا الله یعنی لا اله غیر الله، یعنی غیر از اللهی که دلپذیر است دیگران نه. اینی که داری همین است، دیگران نیست. نه اینه که در دل نه الله باشه نه آلهه، یکی رو بخوام نفی بکنیم یکی رو بخوام وارد دل بکنیم، اینطور نیست. لا اله الا الله
یعنی غیر از اللهی که دل مایه و دل پذیر است و داری دیگران نه، نه اینه که نه الله را داری نه آلهه را داری. ما میخوایم یکی را ثابت کنیم یکی را راه ندیم، اینطور نیست. همین یکی که داری همین است، دیگران نه. لا اله غیر همین یکی که داری. اینجا فهمد بل الله، این اللهی که داری که دل پذیر است همیشه با او درگیری برو منکر اسمش ندونی، بل الله فعبد. این مفید حسر است. فرمود به این که بل الله فعبد و کن من شاکرین، و شاکر باش که تو را به حال خودت رها نکرده است. خب درست از ذات اقدس الهی این نعمت را داد، آیا در بقا ما محتاج به این منعمیم یا نه؟ آیا لحظه به لحظه این فیض باید بیاید یا نه؟ یا همون روزی که ما داد کافی است؟ اون فیضی که اون روز به ما داد اگر کافی بود که با اغراض و غرایز دفن می شد. لحظه به لحظه او دائم الفیض علی البریه است. بنابراین اگر یه لحظه ای نازی کند از هم فرو ریزند غالب ها. حتما دارد این رو، هر لحظه هم فیض دارد، هر لحظه هم با ما سخن میگوید. او دائم الفضل است، به دائم الفضل است. لذا فهمود به کن برن شاکرین که هم حدوثن اون نعمت را به شما داد و هم بقاهن. انشاءالله میدواری محفوظ بموند. والحمدلله.